امروز میخوام یه خمیر پیتزای رستورانی بسیار نرم و لطیف و عالی رو بهتون یاد بدم. پس آخرین ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردنش احتیاج داریم به آب ولرم. آب ولرم یعنی آبی که اگه انگشتمون رو توش گذاشتیم فقط احساس گرمی کنی. بهش خمیرمایه فوری و شکر رو اضافه میکنیم و یه کمی هم میزنیم تا خمیرمایه مرطوب بشه. درش رو میذاریم و به مدت 10 دقیقه تا یک رو توی یک جای تاریک قرار میدیم تا خمیرمایه‌مون فعال بشه. اگه از سالم بودن خمیرمایه‌تون مطمئن هستید، دیگه لازم به انجام این کار نیست و میتونید مستقیما خمیرمایه رو به آرد اضافه کنید که من از قبل این خمیرمایه رو اجازه دادم تا فعال بشه تا به شما نشون بدم. همینطور که مشخصه بعد از یک روب استراحت کردن حجم اون چند برابر شده و کفایی روی سطح اون ایجاد شده، این یعنی که خمیرمایه ما سالم بوده. حالا یه مقدار از اون رو به ترکیب آرد و نمک اضافه میکنیم و هم میزنیم و مجدداً ترکیب آب و خمیرمایه رو اضافه میکنیم تا جایی که آرد درون ظرف جمع بشه. حواستون باشه که آبخور آرد ها با هم متفاوته، پس کم کم آب رو اضافه کنید تا خمیر شل نشه و دوباره نیاز نباشه که آرد بیشتری اضافه کنید. وقتی که تمام آب رو اضافه کردید، بعد از اون با کمک دست خمیر رو ورز میدیم. برای اینکه بتونیم خمیر رو به خوبی ورز بدیم، یک کمی آرد روی سطح کار بپاشید و خمیر رو روی سطح کار منتقل کنید و همینطور که توی فیلم مشخصه شروع کنید به ورز دادن خمیر. با پاشنه دست خمیر رو به سمت جلو بکشید و با انگشتاتون برش گردونید. این کار رو به مدت 1 تا 20 دقیقه انجام بدید. هر موقع که دستتون خسته شد اینجوری خمیر رو بلند کنید و روی سطح کار بکوبید. اگه دستگاه خمیرگیر دارید میتونید به مدت 5-6 دقیقه هم با دستگاه خمیر رو ورز بدید. همینطور که میبینید کم کم با ورز دادن خمیر نرم و لطیفی به دست میاد که اصلا به دست هم نمیچسبه. حالا نوبت اضافه کردن روغنه که روغن رو طی 2-3 مرحله به خمیر اضافه میکنیم و هر بار مجدد ورز میدیم تا روغن به خورد خمیر بره. در ابتدا ممکنه که ورز دادن خمیر یک کمی سخت باشه، اما باید این کار رو خیلی تکرار کنید تا روغن به خورد خمیر بره و یک خمیر کاملا نرم و لطیفی دوباره به دست بیاد. تنها راز داشتن یک خمیر پیتزای حرفه‌ای و عالی ورز دادن درست و اصولی اونه. پس اگه میبینید که خمیرتون چسبنده هست، اصلا بهش آرد اضافه نکنید و تنها با ورز دادن چسبندگی اون رو بگیرید. بعد از اینکه روغن کامل به خورد خمیر رفت، اون رو به شکل یک چونه بزرگ در بیارید که سطح اون هیچ ترکی نداشته باشه. داخل ظرف رو یک کمی با روغن چرب کنید تا خمیر بهش نچسبه و سطح اون رو بپوشونید و در دمای محیط به مدت 1 ساعت به این خمیر استراحت بدید. دوستای گلم، بسیار خوشحال میشم اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید. حتما هم نظرات خودتون رو درباره این رسیپی برام کامنت کنید. بعد از استراحت کردن همینطور که میبینید حجم اون 2-3 برابر شده. خمیر پیتزای خوشمزه ما دیگه آماده هست که میتونید از ظرف خارجش کنید، هوای اضافی اون رو بگیرید و باهاش یه پیتزای خوشمزه و عالی درست کنید. وقتی که خمیر پیتزا آماده شد، بهتره که هرچه زودتر ازش استفاده کنید، چون هرچی که بیشتر بمونه یک مزه ترشیدگی میگیره که زیاد جالب نیست. بفرمایید این هم از خمیر پیتزای بسیار خوشمزه، نرم و لطیف و عالی که با هم درست کردیم. امیدوارم که از این آموزش راضی باشید. لطفاً با لایک کردن و کامنت گذاشتن از من و کانالم حمایت کنید. توی ویدیو کوتاه بعدی آموزش یه پیتزای خوشمزه رو با این خمیر پیتزای عالی براتون گذاشتم که حتماً ببینیدش. تا آموزش یه خوشمزه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.